سلام به دوستای عزیزم در کانال لذت آشپزی با فرحناز. از اینکه فیلمای منو برای دوستانتون ارسال میکنید بسیار سپاسگزار هستم. خب یه شیرینی دارم براتون، باقلوا، طعم زعفرون و پسته، یه شیرینی ترد و خوشمزه که تو دهن آب میشه. انقدر این شیرینی خوشمزه است و من طرح سنتیشو در آوردم با تجقه که خودم لذت میبرم. خب خوردم و از خوردنش هم لذت بردم. امیدوارم شما هم درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید. دوستان عزیزتون رو هم در آموزش این شیرینی خوشمزه شریک کنید. ۳۵ گرم من روغن صاف قنادی رو گذاشتم نرم شده و به کاسه همدنم اضافه میکنم. ۷۰ گرم پودر قند رو اضافه میکنم و اونقدر میزنم تا حالت کرمی پیدا بکنه و پوک بشه. خب کاملا کرمی و پوک شده، رنگش هم روشن شد. خب الان من بهش یک دونه زرده تخم مرغ اضافه میکنم و یک قاشق سوپخوری زعفران غلیظ. ۱۷۵ گرم آرد الک شده رو اضافه میکنم و اول با دور خیلی کند هم میزنم که آردا به اصطلاح بیرون نریزه و بعد میتونید یه مقدار دور رو متوسط کنید، فقط در حد مخلوط شدن، یا اینکه میتونید با دست مخلوط کنید. ۱۳۰ گرم روغن برای این بافتی که میخوایم کافیه، نیازی هم نیست خیلی ورز بدین چون نمیخوایم به روغن بیفته، فقط خمیرتون باید به این ترتیب جمع بشه. اینو میذارم داخل کیسه فریزر و در دمای محیط قرار میدم 1 ساعت الا 2 ساعت استراحت کنه. خب یکم منسجمش میکنیم و میذاریم که خمیرمون استراحت کنه. من خمیر رو پهنش کردم و بین 2 تا کاغذ روغنی یا 2 تا صفحه سیلیکون سعی کنید باز کنید که آرد اضافی نیاز نداشته باشه. نازک بازش میکنید و با هر کاتری که داشتین میتونید برشاتون رو بزنید. به راحتی شیمیاتون در میاد، میتونید جدا کنید و داخل سینی فر قرار بدید. فر گذاشتم با دمای 170 درجه سانتیگراد گرم شده، به مدت 12 الی 15 دقیقه میره داخل فر تا پخته بشه، ولی مراقب باشین که نسوزه چون رنگ زعفرونی یه مقدار باعث میشه که متوجه نشین که شیرینیاتون زیادی طلایی شده و نمونه که خشک بشه. در اینجا من خلال پسته پودر شده دارم و یه مقدار عسل که با آب رقیقش کردم و میخوام این شیرینی فوق العاده خوش عطر و خوش طعم اون رو یه مقدار با پسته هم تزیین کنم هم مزه دار. خب به این ترتیب داخل پسته میگلتون این قسمتاشو خودش میگیره. اینطوری میتونید شکلات هم ذوب بکنید، به اصطلاح داخل شکلات هم فرو ببرید، ولی به نظر من که طعم پسته و زعفرون هم رنگ هم طعم خودش بی نظیره. این هم شکلش زیباست هم اینکه طعم فوق العاده خواهد داشت.
همه رو تضعیف